بعد اومدم تهران و رفتم دانشکده که کار بگیرم. دکتر فروغ بچه ها سر کلاسش به من گفت که دکتر فروغ یه وقت یه میدونید که هر سال یه هنرمندی از گوشه دنیا روز جهانی تئاتر یه پیام میده. دکتر فروغ پیام رو ترجمه کرده بود. قریشی که رئیس دفتره این ترجمه رو دکتر فروغ داده بود که ماشین کنن. اینا ماشین کرده بودن. من تو را رو داشتم میرفتم کلاس. قریشی داد به من نگاه کرد. گفت ببین چیز پیام روز جهانی تئاتر ماشین کردیم. دکتر ترجمه کرده. میخوام ببرم بالا. گفتم ببینم. نگاه کردم اینا. گفتم یه ذره لق این ترجمه. گفت کجا؟ گفتم نه اصلا مهم نیست ولی به نظرم یه ذره مشکل داره. بعد رفتم سر کلاس. سید دربون در اتاق دکتر بود. رفتم سر کلاس نشسته بودم. دانشجو بودم دیگه. نشسته بودم. سید اومد گفت که حکیم رابط بیاد. گفتم کجا؟ گفت آقای دکتر فروغ کاره داره. حالا میخوام بگم که بعد چطور شد که منو به دانشکده راه ندادن و یا دادن. دکتر فروغ منو صدا کرد. رفتم بالا و یه جور خاصی هم صحبت میکرد که آقای حکیم رابط شما گفتید این ایراد داره. چه ایرادی داره این؟ گفتم آقای دکتر من در حد این نیستم که بس کار شما ایراد بگیرم و اینو. به هر حال یه نگاهی کردم و زیاد لازم نیست چی بگیم و اینا. به هر حال گفت نه رو دروسی نکن من به من بگو. من یکی دو تا عبارتشو گفتم که این اگه اینجوری باشه فکر میکنم بهتره، اینم اگه اینجوری باشه بهتره اینا. گفت شما چه زبانی میدونید؟ گفتم من یه ذره انگلیسی میدونم. گفت من از فرانسه ترجمه کردم. گفتم خب پس ببخشید و اینا من دارم اشتباه میکنم و اینا. عذرخواهی کردم اومدم. ولی این بهش برخورد. من از تبریز که اومدم رفتم پیش دکتر فروغ گفتم به من کار بده. گفت جا نداریم آقای حکیم را به استادامون کاملم. گفتم به هر حال من فارغ التحصیل اینجا هم. اگر کار بکنم بد نیست اینا. گفت خب حالا ما یک کلاس غیر رسمی داریم که توی این زیرزمین هست یه عده میان و تو برو به اینا درس بده. اینا دانشجوی ما نیستن. ما همطور یک کلاس کمکی گذاشتیم برای علاقمندا. تو برو به اینا درس بده. من رفتم اتفاقا با اونا. تو آرمان و امید اونجا بود. صفدری که الان داستان نویس خیلی خوبیه. صفدری. من که اومده بودم دکتر فروغ رفته بود. دعوتش کرده بودن که بره تبریز و دعوت رو پذیرفته بود که جانشین من اینو دعوت کرده بود. من یه روز صبح وقتی اومدم تو دانشکده که برم تو زیرزمین، تو را رو که را می رفتم دیدم که مابن دانشکده و قریشی و ساواکی دانشکده تو را رو دارن راه می رن و اینا. دیدم وضعیت می شکد غیر عادیه، یه جور دیگه است. بعد
قریشی منو دید گفت آقای حکیم رابط، دکتر فروغ رفته سفر تبریز، دعوتش کردن، تو میری یکی دو جلسه کلاس اینو، سر چهارم هم بود، میری سر کلاس اینو یکی دو جلسه تا دکتر فروغ بیاد؟ گفتم آره چرا نه. بعد رفتم سر کلاس و بچه هم خب ظاهرن منو نمیشناختن، گفتم که دکتر فروغ رفته سفر، منو فرستادن که بیام سر کلاس شما. دیدم میشه که حرف نمیزنه، گفتم خیلی یه چیزی بگید، من معلمم مثلا. دیدم هیچ که هیچی نمیگه. بعد گفتم لااقل به من بگید که چه خبره. گفتن ما میخواستیم، ما اعتصاب کردیم، دکتر فروغ نمیخواییم و میخواستیم امروز سکوت کنیم سر کلاس. گفتیم نمیخواییم دکتر فروغ. به ما و راست هم میگفتن، دکتر فروغ یک کتاب ترجمه کرده بود، اینو داده بود بچه ها بخونن، ناجوز عجزی ترجمه، یک کتاب مکانیکی درباره ماشینم نویسی، ولی خب بلد نبود دکتر دکتر فروغ که نماشنام نویس نبود خودش. بعد بچه ها میدیدن درس این نمیتونه چیزی بهشون یاد بده، سال چهارم اعتصاب میخواستن بکنن. سواکی هم اونجا وایساده بود که اعتصاب کردن، فکر کردن من برم اونجا و بچه ها سر کلاس من اعتصاب کنن، سکوت کنن، نه که گناه گردن دکتر فروغ بیفته، گناه بیفته گردن من. بعد گفتم خب بابا چی، منم مثل شما چی شده آخه به من بگید. گفتن تو اعتصاب شکنی آقا. گفتم من چه میدونم، مگه شما تو اعتصابید؟ گفتن ما اعتصاب سکوت کردیم، ما اگه دکتر فروغ قرار بوده امروز بیا سر کلاس ما، ما گفتیم ما حرف نمیزنیم، تو اومدی میخوای اعتصاب شکنی بکنی؟ گفتم من از شما اعتصاب شکنترم، من خودم تونتر از شما، حالا من میرم بیرون میگم شما اصلا حرف نزدید، ولی واقعا ببینم چی خوندید شما. بعد یکیشون که حالا اسمش یادم نیست تا یک کلاس نشسته بود، ماهی ها رو خونده بود، من تو تبریز ماهی ها رو چاپ کرده بودم، گفت شما یک کتاب چاپ کردید ماهی ها، راجع به اون صحبت کنید. گفتم نه شما صحبت کنید. به هر حال راه افتاد، این گفت و من گفتم و اون گفت و اینا، و دیدن نه بابا. گفتم خب حالا شما چی یاد گرفتید، چی خوندید؟ یکی دو تا سوال کردم دیدم مونده. گفتم خب سال چهارم شما پس چی میدونید؟ و واقعا هیچی نخونده بودن، فروغ اینا یاد نده بود. گفتم من نمیگم به شما درس دادم، من میرم بیرون، ولی واقعا شما چیزی بلد نیستید که آخه. دیدن نه من خیلی خیلی چیز، من چون اونجا درس داده بودم یاد گرفته بودم. بعد من کتاب داشتم، کتاب خوب گیر آورده بودم از کتابخونه آمریکایی ها، روبروی اداره تئاتر بود، اون مرکز، یکی از مراکز تئاتر کوچه کنار چیز هست، میدون فردوسی، اون اولین کوچه دست چپ، آها اونجا بود. تو کتابخونه آمریکایی ها تو خیابون پشت این کوچه بود، من میرفتم اونجا و کتاب های مربوط به تئاتر و نمایشنامه نویسی اینا رو میخوندم، گاهی هم میدوزیدم، چند تا کتابشون هم دوزیدم آوردم، و خب اینا خیلی به من کمک کرد، به خصوص یکیش کتاب بسیار خوبی بود که من خیلی دلم میخواست ترجمهش کنم، ولی دیدم که نمیتونم، سخت برم، یعنی فرصتشو ندارم. قطره کارای منو در آورد بود، سه جلد به قطره دادم، گفتم اینو بدید یه مترجم ترجمه کنه، این کتاب خیلی خوبیه. دادن به آقای یونسی، هست مترجم یونسی، ترجمه کرده بود، و من اون ترجمه رو که دیدم، نیست که تئاتر رو نمیشناخت، ترجمهش
درست نبود، ولی به هر حال کتاب بسیار پرمایه و خوبی بود. که البته آره، من دیگه به جایی رسیدم که مثل اون کتابم درس نمیدم، اصلا شیوه خودم اصلا به این معنا درس دادن نیست، یه جور دیگه کار میکنم. به هر حال بعد دکتر فروغ اومد و بعد بچه‌ها گفتن ما نمیخوایم دکتر فروغ، ما سمندریان رو میخواستن اول. بعد که من اومدم دیگه اینا آخه سمندریان هم نمایشنامه نویس که نبود، که اون هنرمند خوبی بود، کارگردان خوبی بود، معلم خوبی برای بازیگری بود، ولی نمایشنامه نویس نبود. بچه ها اونو میخواستن، ولی من که رفتم سر کلاسشون و اونخ شدم و اینا، گفتم وقتی هم خواستم بیام بیرون گفتم که من اگه منو میخواید من میرم بیرون، شما اگه منو میخواید با هم مصلحت کنید، اگه خواستید بعد از ظهر هم اتفاقا کلاس داشتیم، اگه میخواید بعد از ظهر من میام، اگه نمیخواید من دیگه نمیام سر کلاس شما. اومدم بیرون دیدم که این معاون دانشکده و قرشی و سواکیه اومدن جلو و حکیم را بید چی شد اینا. گفتم خبری نبود اتفاقا، خیلی بچه های خوبی هن. درس دادیم اینا و گفتم که اگه میخواید من باز تا دکتر فروغ نیست بهتون درس بدم، شما میدونم ناراحتید و اینا، اگه منو میپسندید درس منو برای این دو سه روزی که دکتر فروغ نیست با هم رأی گیری کنید، منو چیز کنید، اگر موافق بودید من بیرون تو را راه هستم. و اینا با هم مصلحت کرده بودن و بعد چیز قرشی گفت چی شد؟ گفتم چیزی نبود، با هم صحبت کردیم ببینیم چی خوندن و اینا و یک کمکی هم گفتگو کردیم و اینا. حالا قراره که به من ببینم بعد از ظهر میخوان من برم سر کلاسشون دکتر فروغ نیست یا نه، حالا خبرم میدن، قرار شده رأی بگیرن مصلحت کنن. خیلی فوری بچه های یکیشون اومد و گفت که ما میخواییم شما رو بعد از ظهر بیاید. دیگه من اومدم و دو سه روز درس دادم و بعد فروغ که از تبریز اومد بچه ها دیگه نرفتن سر کلاس، گفتن ما فلانی رو میخواییم. بعد فروغ گفت خب از اون زیر زمین بیا بالا برو اینا درس بده. دیگه من شدم معلم این بچه ها و دیگه تو دانشکده موندم و یه خریتی هم کردم. دکتر فروغ به من چیز داد، یه نامه داد که تو بیا رسمی باشو. من چون معلم بودم و چهار سال ظاهرن خدمت کرده بودم، بعد که اومدم تهران نماینده دانشجویان، نماینده شیراز شدم برای فستیوال جوانان دموکرات و تو این فاصله هم چیز کرده بودم، چون فراری بودم از آموزش و پرورش، یه دوستی داشتم تو وزارت فرهنگ، وزارت آموزش پرورش، که این با دفتر حقوقی وزارت آشنا بود، گفت من یکی از این کسی که با من آشناست یه پولی به این میدیم، این باید تو رو محکوم کنه تو دادگاه و یه دفاعی هم خودش برات مینویسه، دفاعی دانشکده هم مینویسه، به هر حال این 20 سال تو زنده میکنیم. و من یه پولم نداشتم اون موقع بدم، ولی اون خیلی محبت کرد، اون رفیق ما به این گفت، اینم قبول کرد که بعداً یه چیزی بهش بدیم. و بعد دادگاهی تشکیل شد و من دفاع کردم و اونم از طرف آموزش پرورش دفاع کرد، حق به من دادن
گفتن باید این 24 سال خدمت کنه، چون حالا تا اینجا دیگه از این به بعدش، تا اینجا بعدش دیگه چی. رفتم شیراز و بازنشستگیم درست شد. بعد یه حقوق کمی به عنوان بازنشستگی به من میدادن. برای حقوق عقب موندم و نزدیک 20 میلیون 15 میلیون یه پولی دادن که من یه بخشیش رو دادم به اون چیزه، اون حقوق میگیره، و این شد یه مایه ای که بریم گوهردشت یه خونه قسطی بخریم، که من رفتم گوهردشت یه خونه قسطی خریدم. و بعد دکتر فروخ که گفت بیا رسمی باشه، من خیلی واقعا پیاده بودم تو این قضایی، اصلا حساب زندگی و اینا به این معنا دستم نبود که بگم حالا رسمی میشم و بعد استاد میشم و اینا، اصلا تو این عوالم نبودم. بعد میدیدم که از دو جام نمیشه حقوق گرفت، فکر کردم حالا من که حقوق میگیرم دیگه چی حالا رسمی نباشه. و به این ترتیب من همون دو مثقال حقوق آموش پرورش که میگرفتم موندم و درس دادم. به من پیشنهاد یه نامه داد، نامه اتفاقا من چند روز پیش کارامو جمع میکردم اینجا، دیدم نامه دانشکدرم دارم دانشکده، که دکتر فروغ نوشته اگر تو مایلی که رسمی بشی و عضو ما بشی تا فلان تاریخ وقت داری که اعلام کنی ما ترتیب عضویت تو و رسمیت تو به عنوان استاد دانشکده بپذیر. من جواب ندادم و شدم حق التدریسی. 50 سال درس دادم و من حق التدریسی بودم. بعد به من چیز دادن، نشان درجه یک هنری دادن که دکترا حساب میشه. اون وقت من درجه که دانشکده به من داد مثلا اول یه درجه داره، من درجه بالایی هم از نظر چیز گرفتم، از نظر تدریس، که بدون اینکه خوب عضو چیز باشم، ولی چون این درجه دکترا رو به من داده بودن، سطح من از سطح تمام این معلم و دانشکده بالاتر رفت. منتها حق و تدریسی که من میدادن سالی تو این 50 سال از سالی از ساعتی مثلا 200 تومن شروع شد تو دانشکده و 300 تومن و سرانجام 4500 تومن و آخرین سالی که درس دادم 2-3 سال پیش 9000 تومن ساعتی. و الان و من اگر الان شاگرد من استاد دانشگاه دیگه و علم بازنشستم شدن دیگه، 50 سال من کار کردم دیگه، اگه بودم الان به من 20 میلیون 20 و چند میلیون حقوق بازنشستگی استاد هست. حالا من دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که خیلی زیاده. مگر اینکه حالا شما با استادا مصاحبه کرده باشی، آره شاید، ولی به هر حال حقوق خیلی بالایی. خیلی الان آموزش پرورش به من 2 میلیون و 200 تومن یا حالا میشه که شده 500 تومن، 2 میلیون و 500 تومن حالا به من میدن.